مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها در برابر اقدام نیروهای حراستی پالایشگاه نفتی منطقه المدینه واقع در نزدیکی بصره در جنوب عراق واکنش نشان داد. این نیروها به سمت جوانان معترض شلیک کردند و در پی آن یک تن جان باخت و چند تن دیگر مجروح شدند. در بیانیه این مرکز که نسخه از آن به شیعه ویوز رسیده آمده است، تظاهرات و مطالبه حقوق و فراهم آوردن خدمات اساسی و زیربنایی برای شهروندان و حفظ کرامت آنان حقی است لازم الاجرا که قانون اساسی عراق بر بایستگی آن تاکید کرده است. بنابراین تمام نهادهای زیربط باید به اجرای آن ملزم باشند و این قوانین را مورد تعرض قرار ندهند. این بیانیه افزود باید توجه داشت که تظاهرات جوانان بیکار و درخواست تأمین فرصت شغلی از سوی آنان امری مسالمت‌آمیز و درخواستی مشروع است و آتش گشودن به سمت معترضان نه تنها با ارزش‌های انسانی بلکه با قانون اساسی عراق نیز در تضاد است. مرکز آدم در بیانیه خود مسئولین عراقی را خطاب قرار داد و گفت مسئولین باید بدون فوت وقت عاملان و آمران این جنایت را بر اساس قانون مجازات کنند و دولت فدرال نیز ضمن عذرخواهی از خانواده قربانیان و پرداخت خسارت به آنان خواسته ایشان را تأمین کند. این بیانیه با اشاره به ماده 22 از بند 1 قانون اساسی عراق افزود لازم به یادآوری است که فراهم کردن فرصت‌های شغلی در مناطق نفتی عراق لطف حکومت در حق ملت نیست، بلکه وظیفه است که باید برای تک تک ساکنان مناطق نفتخیز و دیگر شهروندان عراقی انجام شود. گفتنی است روز 8 ماه جولای سال جاری نیروهای حراست پالایشگاه نفت بخش المدینه از توابع شهر بصره، بزرگترین شهر نفتی عراق، بر روی جوانان بیکار جویای کار در مناطق نفتی آتش گشودند که به قربانی شدن یک تن و مجروح شدن شمار دیگر از تظاهرکنندگان انجامید. این حادثه است که قبلا نیز رخ داده بود.